بیننده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان قشنگ و جالب از نوشته های نویسنده توانا و نامدار کشور خانم پروین پژواک را برگزیده ام که تقدیمتان می کنم. این داستان دنیای من نام دارد، اما قبل از اینکه به داستان بپردازم فراموش نکنید آنهایی که تازه به کانال من سر زده اند دکمه سابسکرایب و هم علامه زنگک را فشار بدهند. داستان دنیای من. اتاق کوچک با چند قفسه کتب کهن، با پنجره بزرگ روبه آفتاب، میز کار چوبی کنار پنجره با نقشه زمین که با خطوط پنسلی روی کاغذ کار شده، کتاب اطلس، چند خطکش، پنسل، پنسل پا و قلم پر از رنگ. دخترک با گیسوان نامرتب قشنگ که نور خورشید در آن مانند پرنده زرین آشیان گرفته، با دقت روی نقشه دنیا خم شده و به آن می نگرد. مادر با دستمالی که روی آن گلهای وحشی را گلدوزی کرده است، با دقت گرد را از خواب عکس‌های فراوانی که در پیش روی قفسه کتاب‌ها چیده شده پاک می‌کند. دخترک با آواز نازک مانند آواز چک چک گنجشک شاد از مادر می‌پرسد: اینجا کجاست؟ مادر از قفسه کتاب فاصله می گیرد، اندک روی میز خم می شود و می گوید: دخترم، این بر اعظم امریکا است. در آنجا سال هاست که برادر تو دور از ما زندگی می کند. تو البته او را به یاد نمی آوری. تو پس از رفتن او به دنیا آمدی. و این کجاست؟ این بر اعظم اروپا است. در آن برادر دیگر تو زیست می کند. شاید تو او را به یاد بیاوری. دخترک چینه و جبین می افکند. قدر فکر می کند و دوباره سوی نقشه دور می خورد. و اینجا کدام ما زندگی می کند؟ اینجا بر اعظم افریقا است. اینجا هنوز کسی از ما مسافر نشده است. ولی در این کنج ببین، این بر اعظم استرالیا است. اینجا خواهر تو. مادر با دستمال گلدوزی اشک که بر رخش جاری شده را میگیرد. اینجا خواهر تو با شوهرش زیست میکند. دخترک با خوشحالی خواهرش را به یاد میآورد. او تازه 2 سال است که نیست. مادر، پس ما در کجا زندگی میکنیم؟ دخترم، اینجا بر اعظم آسیا است. ما در اینجا، ببین، در قلب آن زیست میکنیم. انگشت نازک دخترک با لطف جای انگشت مادر را نوازش میدهد و میگوید: چقدر جای خورترک، مثل خانه ما. سر بلند می کند و با چشمان کنجکاو خود چشمان نمدار مادر را می کابد. مادر، چرا ما به دیدن آنها نمی رویم؟ من برادر کلانم را ندیده ام و برادر خورد را فراموش کرده ام و خواهرم پشت او بسیار دق شده ام. مادر با لبخند می گوید: دخترکم، به این خطها ببین، ما از اینها نمی توانیم درون و بیرون برویم. دختر با شگفتی خم می شود، خطوط را می نگرد و با تعجب می پرسد: مادر، آیا این خطها را خدا آفریده؟ مادر لبخندش تلخ می گردد. دستش را بالای نقشه می کشد و می گوید: نی دخترکم، خدا زمین را با کوها، دریاها، دشتها و جنگلها آفریده و انسان و ایوان را خلق کرده، ولی خطوط را خود آدم ها کشیده و خود در بند آن بند مانده اند.
آیا این خطها دیوارهای بلند است؟ نه، این خطوط دیده نمی شود. این خطوط پاسبان دارد. نام پاسبان قانون است. آیا قانون را خدا آفریده؟ مادر آه می کشد. نه فرزندم. انسان زندانی و زندانبان خود است. مادر دستمال را که روی آن گلهای وحشی را گلدوزی کرده بود بر چشمان خسته خود می کشد. دست نوازشبار خود را برای لحظات بالای سر دخترک می گذارد و سپس از اتاق بیرون می رود. پیش از این که بیرون برود، قاب تصویری را که کج شده راست می کند. دخترک سرش را بر دو دستش تکیه می دهد و با دقت و تفکر به نقشه چشم می دوزد. لبخند شیطنت آمیز مانند گلک خودرو کنج لبش مشکفت. پنسل پاک را بر می دارد و با ملایمت خطوط اطراف وطنش را پاک می کند. سرزمینش در نقشه کاغذی شکل چهارراه بزرگ را به خود می گیرد. دیگر صبر نمی کند. پنسل پاک را بی پروا بر خطوط می کشد. آسیا آزاد می شود و او با پنسل پاک خود شتابان برای آزادی قاره های دیگر می شتابد. چیز نمی ماند که سرحد قاره ها را نیز پاک کند. ولی از رنگ آبی خطوط پنسلی که نشان دهنده سرحد آب و خاک است خوشش می آید و از آن می گذرد. اکنون زمین یک دست و آزاد به سوی او لبخند می زند. شهرها، دهات، خانه ها و مردم که شادمانند روی نقشه پیدا می گردند و برای او دست تکان می دهند. دخترک با خرسندی می خندد و به جستجوی مادرش دویده دست او را می گیرد. پدرش را در باغچه حویلی می یابد و او را نیز با شتاب به دنبال خود می کشد. دم دروازه خانهشان دو اسب سیاه و سفید تنومند با گادی چوبی بزرگ و قشنگ دهن بیقرار سم به زمین می کوبد تا به گادی سوار می شوند. اسبها با سرعت شبی و پرواز به پیش می تازند. قانون جای پنهان شده است. سربازان نیستند. خطوط مرزی به چشم نمی خورند. همه جا مردم است. تمام مردم لبخند می زنند. آنها می روند و می روند. کسی از آنها گذرنامه نمی خواهد و کسی از آنها نمی پرسد که کجا می خواهند سفر کنند. ولی خود می دانند از وطن بر آمده اند. رنگ چشمها، رنگ موها، رنگ پوست مردم متفاوت است. این سرحد می تواند مشکل باشد، لیکن نه برای دخترک. او با خود می اندیشد که اگر همه گلهای باغچه‌شان یک رنگ می داشت، خستکان می شد. مردم با زبان دیگر سخن می گویند، با زبان که آنها نمی دانند. این سرحد با لبخند دخترک در هم می شکند. آره، لبخند زبانی است که همه آن را می دانند. مادر و پدر متوجه هستند که مساجد به چشم نمی خورند. عبادتگاه ها طور دیگر ظاهر می گردند. سرحد وحشتناک که آنها از آن به پاکدلی می گذرند، خدا یکی است، اما به هزار نامش می نامند. ناگاه مادر با شادمانی می خندد. پسر خردتر شتابان به سویشان می دود. خواهر کوچک خود را به آسمان می اندازد و خنده کنان دوباره میان بازوان نیرومندش می گیرد. هنوز برگادی سوار نشده اند که دختر کلانتر با شوهر و کودک شیرخوارش نفس زنان و خرسند از راه می رسد. او نیز از آن سوی دنیا شتافته و خود را به آنها رسانیده است. دیگر قطب جنوب و شمال در برابر عشق و محبت آنها سد را نیست. دیگر
جهان بزرگ، بیرحم و ناممکن معلوم نمی شود. دیگر هیچ کس در آن گم نیست. همه در آن یک دیگر را می یابند. اقیانوس اطلس با تمام عظمتش در برابر آنها می خروشد. ولی اسبها بال می یابند و به قاره امریکا می رسد. پسر بزرگ منتظرشان است. دخترک برای بار اول برادرش را می بیند و آنها هم دیگر را در آغوش می کشند. همه سوار گادی می شوند. اسبها به سوی سرزمین بینام اوج می گیرد و بر فراز زمینی که مانند گل آفتاب پرست نارنجی از شادمانی می درخشد و پرواز در می آید. دستمال مادر که بر آن گلهای وحشی بیشمار را گلدوزی کرده بود از دستش رها می شود. بر زمین هموار می گردد و به یک بارگی دشت فراخ سبز می شود که در لابلای سبزهایش لاله و نرگس می شکفد و پروانه ها و عطرها بال می‌یابد. گادی خوشبخت علفهای بلند و شاداب را مانند امواج سبز می‌شکافد و به پیش می‌تازد. دنیا دلکشا و زیبا است. برای همه جای دارد. برای همه سعادت ممکن است. اما رشته تخیل دخترک با ورود پدر به اتاق و افتادن سایه اش بر نقشه گسسته می شود. دخترک با وحشت نقشه را بر می دارد و به سینه می فشارد. پدر با حیرت می پرسد: آیا تو همه خطوط را که شب پیش بیدار نشستم و با آن همه زحمت کشیدم پاک کرده ای؟ پدر: دیشب شب بود و امروز روز است. من دنیا را پاک کردم. این دنیای من است. دنیای بی سرحد. پدر می خواهد خشمگین گردد. ولی وقتی با دو چشم دخترش خیره می شود، سر تکان می دهد و از تای دل آه می کشد. دخترم، کودکی مانند نقشه سفید است که زندگی بر آن خطوط سیاه بسیار می کشد. وقتی قد بکشی، در کنار سرحد ممالک، مرزهای بسیار، حلقه زنجیرهای سنگین آب و دانه، لباس و خانه، همسر و وظیفه و این و آن تو را خسته و بسته می کند. دخترک با هیجان فریاد می کشد: پدر جان، پدر مهربان، پس تو هم دلتنگ استی؟ بله بله، بیاد می آورم که در آن دنیا با ما بودی و می خندیدی. پدر از اول نباید خط را کشید و تا خط پنسل است باید آن را پاک کرد. پدر بیا پاک کنیم. دخترم، حال در دنیا رنگ بالای رنگ سخت شده و ما چونین پاک کنی نداریم. دخترک با چهچه پرشور قوچی ها در اوایل بهار نقشه را از سینه جدا می کند و بالای میز می اندازد. پدر، پدر، من چونین پاکنی را کشف خواهم کرد. پدر با تأثیر جبین پاک دخترکش را می بوسد. دخترم، برو پیدا کن. من شاید تا آن وقت زنده نباشم، ولی تو در جستجو باش. دخترک با نیروی درخشان از اتاق بیرون می جهد تا سرش را در دامان پر از گل مادر بگذارد و او را به آن سفر بزرگ دعوت کند. دخترک به جستجوی پرنده آبی که به همگان سعادت بخشد از اتاق بیرون می برد. و کسی چه می داند؟ شاید آن پرنده خیالی خود اوست و آن همه چیز پاک کن قلب شفاف و دست نخورده اش که با لبخند می تواند مرزها را پاک کند و دلهای پاره پاره را پیوند دوباره بدهد.
شنونده های عزیز، این بود داستان دنیای من از نوشته های پروین پشواک. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.